رهایی در راستای روشنگری و مبارزه با حکومت‌های دینی. تهیه و اجرا پرویز مینویی. برنامه هفتگی در رادیو مانی. درود بر بینندگان تلویزیون مانی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول روزهای سه‌شنبه در این ساعت در خدمتتون هستم. از جناب مانی که به من این شانس رو دادن که از طریق این تلویزیون بیام در خدمت شما عزیزان سپاسگزارم. خودشونم برنامه رو کارگردانی فنی میکنن، بسیار سپاسگزارم. در برنامه قبلی که من داشتم یه تعدادی به اصطلاح نظر داده بودم، من بین این نظرها دو تا انتخاب کردم و بهشون بدم. آقای عزیزی به نام آقای بهمن یونسی گفتن که این حرفایی که من در مورد عید قدیر خمینی زدم بیپایه و بدون مدرک بوده. خب ایشون راست میگن، من دلیلی نیاوردم به موجب کتاب فلان به موجب فلان، ولی یه چیز عقلانی بود. گفتم اگه آقای محمد میخواست جانشینی انتخاب کنه، این جانشین رو یا تو مدینه انتخاب میکرد که همه مهاجرین و انصار همه مردم هستن، یا موقع حج انتخاب میکرد که همه حاجیایی که از همه نقاط اومدن اونجا هستن، نمیامد وسط را انتخاب کنه. وسط را انتخاب کردن یه موضوع به قول معروف ضروری بوده که یک مشکلی رو حل کنه، و توضیحاتی که دادن به هر حال اون توضیحات من فکر نمی کردم احتیاج به این باشه که بگیم فلان کتاب فلان جا، به هر حال اگر نقصی بوده میبخشه. آقای ناصر حکمت توضیح گذاشتن، خیلی گفتن که این چیزایی که پرویز مینویی گفته در مورد انتخاب علی به عنوان مرک من آقای اونم من مولای اونم اون مولایشه و حرفایی که گفته آب آسیاب سنیا ریخته، کاملا درست میگن. خب حرفشون کاملا صحیحه، یعنی در واقع من وقتی میگم که آقای محمد علی رو به عنوان جانشین انتخاب نکرده، فقط بهش تعریف کرده، گفته من هر کی آقایشم اونم آقایشه، این در واقع حرف آقای ناصر حکمت کاملا درست توضیحاً تایید میکنه. به هر حال از هر دو عزیزان و دیگرانی که یادداشت گذاشتن سپاسگزارم که توجه فرمودن و گفتن و منو بیشتر وادار کردن که بهتر کار کنم. امروزه که چیزی که امروز میگم دیگه سوره کهف آیه و همش هم نوشتم دیگه، این دیگه نمیتونه کسی بگه که آقا مدرک نداره، مدرکش بریم دیگه کنیم قرآن رو بخونیم دیگه. آیه کهف یکی از سوره کهف یکی از سوره هاییست که به نظر من آدم اگه بخونه خوبه، یه تفریح خوبی میکنه، برای که همه یک نکات تفریح قشنگی توش داره. آیه هفتش میگه که مردم رو میخواسته امتحان کنه. ببینید امتحان کردن از روی نادانیست. من سالها معلم بودم، همیشه هم از شاگردا امتحان کردم، ولی از روی نادانی امتحان کردم دیگه، برای که من نمیدونم این شاگرد درسش خونده یا نخونده، این شاگرد به اندازه کافی یاد گرفته یا نگرفته، اینه که میام امتحانش میکنم. اما اگه من یک آدم بسیار قدرتمندی بودم، به ذهن و فکر اون شاگرد نفوذ داشتم، همینطور نگاه میکردم میفهمیدم که آره این خونده اون نخونده دیگه. اگر خدا مثل منه که میخواد امتحان کنه، خب اون یه چیز دیگه است. اما اگر یه چیز بالایی است که همه چیز رو میدونه، پس نباید امتحان کنه، و اگر امتحان میکنه از روی نادانی امتحان میکنه. بعد در همون آیه 11ش میگه ما انسان ها رو چندین مدت در یک غاری خواباندیم. بعد یه جمله دیگه میگه که معبودی دیگری غیر از خدا انتخاب نکنید. ببینید این جمله رو بارها در قرآن شاید 30 بار 40 بار تکرار میشه که معبود دیگری غیر از خدا انتخاب نکنید، یعنی به کسی دیگری غیر از خدا عبادت نکنید. این درست برای ما یعنی ما مسلمان ها اگه باورمند باشیم، اگر واقعا باورمند باشیم به قول اون آقای ناصر حکمت، اصولا کسی که به دین اعتقاد داشته باشه این عقب هست، برای که یه چیز موهوم و فردی رو
پذیرفته. ولی اگر باورمند باشیم، اگر باورمند باشیم دیگه هیچ وقت نباید بگیم اشهد و ان علی و ولی الله، و اگه میگه غیر از خدا کسی گرنم نه انتخاب نکنیم. هیچ وقت نباید بگیم یا علی، هیچ وقت نباید بگیم یا حسین، هیچ وقت نباید بگیم یا امام رضا یا حضرت عباس. اینا همه معبود دیگری، یعنی به کسی دیگری غیر از خدا داری عبادت میکنی. این جمله میگم در قرآن بسیار بسیار تکرار شده. بعد در آیه 18 میگه که ما اینا رو که خوابیده بودن از این رو به اون رو میکردیم. خب ببینید این نادانی گوینده این جمله است. کسی که خوابه خودش از این رو به اون رو میشه. شما در حالی که خوابید میغلطید از این ور به اون ور، از اون ور به اون ور، خسته میشید از این پهلو به اون پهلو، یا تاقباز میخوابید یا جورایی دیگه مختلف میخوابید. کسی نمیاد شما رو تو خواب از این پهلو به اون پهلو بکنه. این آقای محمد فکر کرده که اونا که خوابن باید یه نفر بیاد اینا رو از این پهلو به اون پهلو بکنه. بعد میگه که بعضی میگن، یعنی آیه 22 میگه بعضی ها میگن 3 نفر بودن با سگشون میشدن 4 نفر، بعضی میگه 5 نفر بودن با سگشون میشن 6 نفر، بعضی ها میگه 7 نفر بودن با سگشون میشه 8 نفر. این هم چی چیزایی؟ خب پس آقای محمد دقیقا نمیدونه اونا چند نفر بودن. این اگر اینا از قول خداست، پس خدا هم نمیدونه چند نفر بودن. پس این چیزی که آقای محمد میگه خدا همه چیز میدونه، بار دوم ثابت میشه که همه چیز رو نمیدانه. میگه که 309 سال اینا خوابیدن اونجور. خب این حرفا که حرفای خدا که نیست، که حرفای محمده. حتی اون مثل آقای سروش و دیگران هم گفتن که آقا اینا حرفای خدا نیست، حرفای محمد. آقای محمد میگه 309 سال خوابیدن. این آقای محمد چون نه طبیعی میدونه نه علوم زیست شناسی رو میدونه، نمیدونه که اصلا آدم نمیتونه 309 سال بخوابه. هر انسانی در خواب یه مقدار انرژی مصرف میکنه. وقتی شما خوابید نفس میکشید، وقتی خوابید قلبتون حرکت میکنه، وقتی خوابید درجه حرارت بدنتون یه عدد ثابتی میمونه، باید یه بدن کار کنه تا اون حرارت رو نگه داره و ثابت نگه داره. پس انرژی مصرف میکنه. برای که انرژی مصرف کنید خب غذا لازم دارید. پس بنابراین شما نمیتونید 309 سال بخوابید، همچین چیزی غیر ممکنه. پس بنابراین آقای محمد یه چیزایی رو طبیعی است که نمیدونه و علکی حرف میزنه. بعد میگه که خداوند آدم رو خلق کرد. اصلا ببین ارتباط نداره، یه دفعه وسط یه چیز دیگه میگه. خداوند آدم رو خلق کرد و به همه فرشته ها گفتش که به آدم سجده کنید. همه فرشته ها به آدم سجده کردن جز شیطان، جز ابلیس که جن بود. بابا حالا که همه میگوید این فرشته بود، حالا یه دفعه اینجا جن شد. هیچ جای قرآن جای دیگهش من ندیدم نوشته بود که شیطان جن بوده، اینجا فقط نوشته. بعد وسط را میگه که چون آیه 61 میگه چون به محل دو دریا رسیدند، دو ماهی رو حواسشون از ماهی پرت شد، ماهی رفت. آها کدوم ماهی؟ جریان چی؟ آقا تو از اول غار و خواب و اصحاب کهفن رفتن تو غار خوابیدن، بعد که بیدار شدن رفتن پولشون رو خرج کنن، فهمیدن آقا این پول ماله مثلا 400 سال پیشه. حالا میگه وقتی به محل دو دریا رسیدن ماهی رو ول کردن، ماهی رفت، یعنی ماهی تعقیب ماهی رو راه کردن. بعد اینجا البته بعد از این یه چیزایی نوشته، من دیگه اونا رو یادداشت نکردم، همینطوری کلی براتون میگم، بخونید اینو. میگه که موسی با یک آقای اومد گفتش که اجازه میدی با تو همراه بشم؟ اون آقا به موسی گفتش که باشه میتونی با من همراه بشی، ولی همراه شدی هر کاری من کردم سوالی نکنی. موسی قول داد گفت سوالی نمیکنه. بعد رفتن اون آقا یک کشتی رو دید، رفت تو کشتی، کشتی رو سوراخ کرد. موسی گفت چرا چه کشتی رو سوراخ کردی؟ اون آقا گفت که قرار بود سوال نکنی چرا سوال کردی؟
بعد رفتن یه جای دیگه، اون آقا یه جوان رو دید، زد اون جوانو کشت. موسی گفت چرا جوان مرد رو زدی کشتی؟ گفت ببین تو قرار بود سوال نکنی و با سوال کردی. بعد رفتن یه جای دیگه، دیوار نیمه خرابی بود، اون آقا رفت اون دیوار نیمه خراب رو درست کرد. موسی گفت چرا این دیواره رو درست کردی؟ مرد گفت ببین تو قول دادی سوال نکنی، ولی سه دفعه سوال کردی، ولی من حالا جواب میدم، همه رو سوال جواب میدم. اولیش که اون کشتی اگه میرفت تو دریا، یک شخص ظالمی وایساده بود، همه کشتی ها رو دستگیر میکرد، توقیف میکرد و اون کشتی توقیف میشد. اینه که من سوراخش کردم. و مرسی که کشتی رو سوراخ کردی، خب میری کشتی ته آب که خب بادم از دست رفته، که به صاحبش میگفتی آقا نرو تو آب، الان اونجا یه نفر وایساده کشتی ها رو میگیره. بعد میگه اون جوانو کشتم چون اون جوان یه پدر مادر با تقوایی داشت، من نگران بودم که مبادا این جوان بره پدر مادر از تقوا دور کنه، از راه بدرشون کنه، ولذا اینو کشتم تا شاید یه بچه دیگری پیدا کنن که بچهشون با تقوا بشه. این حرف منطقیه؟ من این بچه رو کشتم، این جوانو کشتم، مبادا بره پدر مادرشو از تقوا خارج بکنه. بعد آخر سر اون دیوارم زیرش، این دیوار متعلق به یک بچه های یتیم بود که زیرش یک گنجی بود، من دیوار رو درست کردم که گنجه مخفی بمونه تا اینا کسی نتونه گنجه رو برداره تا اینا بزرگ بشن. همه این حرف های بی ربط. بعد میگه که بله سوره 86 میگه که ذوالقرنین رفت دنبال خورشید ببینن که کجا غروب میکنه. رفت دید خورشید رفت توی یک چشمه‌ای که آبش تیره رنگ و گلالود بود، اون تو رفت. ببینید آقای محمد تصورش اینه که خورشید اندازه توپ بسکته که میره تو چشمه میتونه فرو بره. طبیعی است که این گفته خدا نمیتونه باشه، برای که خدا اگه باشه که میدونه خورشید چقدیه، میدونه که کره زمین در مقابل خورشید، اگه خورشید هندونه باشه، هندوانه باشه، کره زمین به اندازه دانه خشخاشه. حالا چجوری میشه که اون هندوانه بیاد تو این دانه خشخاش، اونم توی یه سوراخ ریز ریز ریزی که یه چشمه است بره فرو؟ همچین چیزی نمیشه. بعد میگه که رفت ببینه خورشید کجا طلوع میکنه. دید خورشید از مردمی طلوع میکنه که بدنشون همه خورشیده. اصلا این معنی داره، خورشید از بدن مردمی طلوع میکنه که همه خورشیده. این طبیعی است که آقای محمد نمیفهمیده که زمین به دور خودش میچرخه و از حرکت زمین به دور خودش شب روز به وجود میاد. وقتی اینطوری میچرخه، مثلا این شما خورشید باشید، این زمین باشه، وقتی اینطوری میشه، اینجا روز میشه، صبح میشه، اینجوری که میشه غروب میشه، دوباره باز میاد از زمین. اینا رو نمیفهمید، نه اینکه آقای محمد نمیفهمید، بلکه مردمان اون زمان هیچ کس نمیفهمید. تا قرنها طول کشید تا دانشمندان پی بردن که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، بلزا شب و روز از گردش زمین به دور خودش حاصل میشه و از گردش زمین به دور خورشید سال به وجود میاد، فصلهای بهار و تابستان و پاییز و زمستان به وجود میاد. اینا رو مردم آن زمان نمیدونستن، محمد هم نمیدونست. خب حالا ببینیم بقیه. همینطور داستان کمدی ادامه داره. بعد سوره 92 میگه که این آقای ذوالقرنین رفت یه جایی به یه قومی رسید که اون قوم زبان نمیدونستن، درست؟ بعد در بعدش 94 میگه که ببینید، بعد میگه که اونا گفتن که اینجا یعجوج و ماجوجه، اینا فساد زیاد میکنن. ببینید آقای محمد مثل که حواسش هم پرت بوده، در یک آیهی میگه اونا زبان نمیدونستن، دنبالش میگه اونا به ذوالقرنین گفتن. ای بابا اگه زبان نمیفهمیدن چجوری گفتن؟ به هر حال گفتن که اینجا یه قوم یعجوج و ماجوج هستن و اینا آزار و ضرر میکنن، بیا آقای ذوالقرنین، بیا ما پول میدیم، همه کار میکنیم، تو بین این دوتا کوه یه دیوار بکش که این قوم نتونن بیان اینور.
بعد ذوالقرنین گفتش که حالا دیگه بقیه‌اش رو می‌خونم دیگه، همینطور خود تو می‌تونی بخونی توی سوره کهف. ذوالقرنین گفتش که نه، من شما چیز کنین، من خودم این کارو می‌کنم، شما به من کمک کنین. گفتم باشه. گفت برید سنگ آهن بیارید. انگار مثلا فرض کنیم که تجارتخانه مثلا شرکت آهن مثلا حسین آهنچی و توابع. الو 50 تا کامیون آهن بفرستید. از کجا برن آهن بیارن؟ سنگ آهن آوردن، این بین سنگ آهن چید، بین دو تا کوه مثل دیوار چید رو هم، تا سطح دو تا کوه با هم مساوی شدن. یعنی این دره‌ای که بود از دو طرف این رو چید رو هم. بعد گفت بدمی تا اینا گداخته شون. ببینید یه دیواری درست کردن بین دره، مثلا مثل سد کرج، آهنا رو چیدن رو هم. بعد میگه بدمی تا گداخته شون. با چی بدمی؟ چجوری این همه آهن گداخته بشن؟ بعد که گداخته شد، ذوالقرنین گفت که حالا برید مثل مذاب بیارید. الو تجارتخونی حسن آقای مسچی 50 تا تانکر مثل مذاب برای ما بفرستید. آخه مثل مذاب باید تو کوره باشه، مثل از اونجا که برداشتی را بیای اینجا تو وسط را منجمد میشه، مثل مذاب بیارید. مگه اون زمان مثلا کامیونایی بود که توش کوره داشت داغ بود، این مثل مذاب میاد؟ هنوزم اینطوری نیست. هنوزم نمیتونی شما به یه نفر بگید آقا 20 تا کامیون مثل مذاب بیار برای من، ولی اون زمان گفتم مثل مذاب بیارید. و آقای ذوالقرنین این مثل مذاب رو برد از اون بالا، ریخ رو این صدی که بین دو کوه درست کرده بود. این صد یک پارچه شد که یهود یعجوج و مجوج از این صد نمیتونن بیان بالا، سوراخشم نمیکنن بکنن. حالا آقای ذوالقرنین عقلش به این نرسید که صد و جلو آب میبندن، جلو آدم که نمیبندن که. خب آدم از دیوار میره، از این کوه میره بالا، از اون میره بالا، آدم از اون ته میره بالای کوه، به جای که تو دره بیاد از بالای دره میاد اونجایی که میخواد بره میره. به هر حال پر از همین حرفایی که همش بی ربطه. و این سوره کهفه به نظر من خنده دارترینش این که 309 سال خوابیدن و خدا هی اینا رو این بر اون بر کرد و به این شکل بود. به هر حال همونطوری که دوستانمون گفتن، دین یه چیزیه که باعث میشه که آدم از زندگی عقب بمونه و به چیزهای قائل بشه که اون چیزها حقیقی نیست و از زندگی حقیقی عقب بمونه. من همیشه به این فکر میکنم، در فقه شیعه میگه که در آسمان دو تا شهره، یکی جابلغا یکی سابلغا، و این شهرها هر کدوم 1000 تا دروازه داره، تو هر دروازه 1000 نفر کشیک میدن. اگه یک جوانی بره توی ذهنش فکر کنه که اینو بخواد تصور کنه که این چیه، اگه 100 شب از سر شب تا صبح همش به این فکر کنه، نمیتونه بفهمه که چجوری، نمیتونه تصور کنه که چجوری یه دروازه ایست، چجوری 1000 نفر از این دروازه کشید میدن. و این شهر چرا 1000 تا دروازه داره؟ هر شهری 3 تا 4 تا دروازه داره، یکی شمال یکی جنوب یکی شرق غرب. برحال از این حرفای بیمعنی در همه دین ها و به خصوص در اسلام و به خصوص در شیعه فراوانه. باید اینها رو بگیم تا اینکه مردم بفهمن که این حرفا بی پایه است و فکرشون رو برای چیزهای حقیقی زندگی مصرف کنن. برحال سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. از جناب مانی هم بسیار سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.